اینجا روستای کندوی. معلم آفرین. کلاس هشتم هستم. از اینجا تا خود اکبرآباد 12 کیلومتر است. میرم پای پیاده هر روز. زمستون باشه، تابستون باشه، گرما باشه، سرما باشه، میرم پای پیاده برم. به ما یک سرویس نمیدن. ما نگاه کنید چقدر بچه هسته. هر روز 12 کیلومتر. بله بله. چقدر طول میکشه؟ 2 ساعت اونم که باید بدون بدون. زهرا، سعیده، زبیده و فاطمه هر روز 30 کیلومتر رفت و برگشت رو طی می‌کردن تا توی مدرسه‌ای در نزدیکترین روستا درسشون رو ادامه بدن. اما دیگه این کار رو نمی‌کنن، چون زهرا، سعیده و فاطمه دیگه زنده نیستن. یک روز صبح یک کامیون به دخترها که کنار خیابون ایستاده بودن زد و جلوی چشم مادرشون در جا کشته شدن. 30 کیلومتر یه مسیر، چون روستای کوچکشون لاشار مدرسه نداره، چون خیلی از روستاهای ایران مدرسه ندارن. روستاهایی هم که قبلا مدرسه داشتن به خاطر طرح تجمیع مدارس بسته شدن. اولین بار علی احمدی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد بود که طرح تجمیع مدارس رو ارائه داد. یعنی تجمیع مدارسی که کمتر از 15 دانش آموز دارن در یک مجتمع آموزشی بزرگتر. این طرح از اولش هم مسئله دار بود. اول اینکه برای روستاهای دور از هم باید دولت سرویس رایگان و خوابگاه‌های شبانه روزی هم تامین می‌کرد. اما طبق معمول طرح‌های بی‌مطالعه اینچنینی، نه سرویسی در کار بود نه خوابگاه دانش آموزی. عملا دانش آموزان برای ادامه تحصیل یا باید کیلومترها با پای پیاده یا حتی با وانتباری مسیر رو طی می‌کردن تا به مدرسه برسن، یا اینکه کتاب و دفتر رو پوسیده و کناری می‌گذاشتن. مدتی بعد از اجرایی شدن طرح تجمیع مدارس، وانتباری که دانش آموزان یکی از روستاهای مشکین شهر اردبیل رو به مدرسه‌ای توی یه روستای دیگه می‌برد توی دره سقوط کرد. این مسئله باعث شد که مخالفت‌ها با این طرح بالا بگیره. در نهایت در سال 88-89 این طرح متوقف شد، اما به ظاهر. در سالهای اخیر شاهدیم که آرام و بی صدا، طوری که کسی شک نکنه این طرح دوباره داره توی روستاها اجرا میشه در دولت حسن روحانی. خرداد ماه امسال اجرای طرح تجمیع علناً در مدارس استان کوهگلیه و بویر احمد کلید زده شد، چون اردشیر یاری، معاون آموزش و پرورش و استان، تصمیم گرفته تا با این کار در اقتصاد مقاومتی مشارکت کرده و در بودجه آموزش و پرورش صرفه‌جویی کنه. چندی بعد حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، آب پاکی رو روی دست مخالفین ریخت و گفت در هیچ کجای دنیا همه مناطق همه مقاطع تحصیلی رو ندارن. ما شرایط تحصیل توی دوره دبستان رو برای همه روستاها اجرا میکنیم، اما در همه مقاطع امکان پذیر نیست. البته منظور آقای سخنگوی وقت این نوع مدارس است، کپرها و مدرسه‌هایی که کپر هم نیستن در مناطق محروم. به نظر میرسه که طرح تجمیع آش کشک دولته و خورده و نخورده به پای ملت حساب میشه.